رادیو همراه، بفرمایید. سلام دکتر. سلام، بفرمایید. وقتتون بخیر. من با دکتر هلاکویی بزرگ صحبت میکنم. بفرمایید. وقتتون بخیر باشه. آقای دکتر، خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. من میتونم در حد 10-20 ثانیه ازتون تعریف و تمجید کنم یا نه لطفاً حرفتون رو بزنید، چون خیلی از دوستانی لطف و محبت کردن، دیگه زیادی شده. شنوندگان عزیز ما مثل خود منم دیگه خوشحال نخواهند شد. بفرمایید، من در خدمتتونم. چند سالتون عزیز؟ دکتر جان، من 30 سالم هستش. بعد دکتر چی خو... بله دکتر دارم در یکی از رشته‌های علوم انسانی. و کدام رشته از علوم انسانی عزیز؟ ادبیات فارسی هستم آقای دکتر. بسیار خوب. و بعدم فرزند چندم خانواده ای؟ من فرزند اول هستم. اینو اول تو پرانتز بگم بهتون، من تمخیر خودتون صحبت کردم، وقت کم بود و حالا یک مسئله با برادر داشتم و فهمیدین با هم ماسته. من مشکلی که ندارم عزیز. شما فرزند اولی، برادرتون صداتون قطع شد یا هستی روی خط؟ بله هستم دکتر. من فرزند اول هستم. پدر دوتا ازدواج داشتن، برادرم حالا از مادر من تنها هستم و سه تا در واقع برادر هم از همسر دوم دارم، یعنی روی هم رفته 4 تا برادر هستم. و اون سه تا اولیش با شما چقدر فاصله داره؟ 7 سال اولی با من فاصله داره، دومی حدود 14 سال و بعدی هم حدود 16 سال. اوکی. و شما توی خونه با هم بزرگ شدید؟ ما یه مدت با هم توی خونه زندگی میکردیم، حالا بعد دوباره جدا شدن در واقع خانواده ها، با فاصله 2-3 تا خونه بود. و ولی به هر حال همیشه حالا با هم بودیم. یه وقتایی مامانا قهر میکردن، آشتی میکردن، الان خوبن با هم، دوباره دو ما دیگه قهر میکنن، ولی به هر حال یه تایمایی با هم بودن و یه تایمایی هم جدا. نه سب کنین، پدر شما، مادر شما همسر اولشون بودن، درسته؟ بله دکتر. اون وقت وقتی که از مادر جدا شدن رفتن زن دوم رو گرفتن، یا در حالی که مادر شما همسرشون بودن زن بعدی رو گرفتن یا دوم رو گرفتن؟ نه مادر من هم همسرشون بودن و هستن، ولی خب ازدواج مجدد داشتن. بنابراین پدر شما با وجود داشتن همسر رفتن یه زن دیگه گرفتن و بعد از سه تا بچه آوردن. حالا اون دوتا خانم توی خونه با هم بودن یا جدا جدا بودن؟ برای چند سال آقای دکتر با هم زندگی میکردن و بعدن مثلا شاید 6-7 سال، 3-4 سال، عددش رو دقیقا مطمئن نیستم، و بعدن با یک فاصله مثلا 2-3 تا خونهشون با هم یه فاصله داشت و جدا زندگی میکردن، ولی هم روز که هم خدمتون رابطهشون جا. اوکی. ولی آخه اینجوری که بوده، پس هیچ وقت هیچ کدوم اون برادر دوم شما با شما نبوده، ولی که اون 7 سال شما میگید 5-6 سال اول اینا با هم بودن بعد جدا شدن. بنابراین وقتی که فرزند اول همسر دوم پدر شما آمد، شما ها جدا بودید. شما با پدر زندگی میکرد یا با مادر خودتونم جدا بودید؟ دکتر جان، به این شکل بوده که پدرم در واقع حالا یه شب میمدن مثلا خونه ما، یه شب خونه همسر دومشون. بنابراین من حالا به یه شکلی با هم، و همچنین ما مثل حالا همسایه هایی که با هم دوست هستن، با داداشامون به این شکل با هم روابط داشتیم، میرفتن خونه ما، میومدن ما میرفتیم خونهشون، و روابطمون نسبتا دوستانه بوده با هم دیگه. اوکی، بسیار. به من بگید شما چرا ادبیات رو انتخاب کردید؟ اونم بس چه طریقی می‌خواستید با زندگی اقتصادیتون رو بچرخونید؟ این که چرا ادبیات رو انتخاب کردم، دکتر من حالا یه خشمی از پدرم دارم که یکی از دلایلش اینه. من خیلی درس خون بودم و میدونم که توصیفی نباید باشم، حالا وقت شما شنوندگان خیلی نگیرم، سعی میکنم کوتاه بگم. من همیشه درس خون بودم و دو تا شاگرد اول، یعنی جزو شاگردهای اول بودم و اینها. رتبه‌ام خیلی خوب شد پیش سالی که کنکور دادم، همچنین ارشد دکترام رتبه‌ام 2 رقمی بود و اینها. به پدرم گفتم که بده من یه پولی، بده من برم انتخاب رشته کنم، و گفت نه، خودت و مامانت باید کار کنی. دقیقاً این جملهش این بود، و تو باید بری خودت کار کنی و من نمیتونم همش به تو پول بدم. و اینو نداد. و حالا با ناآگاهی زیادی که داشتم اون موقع، به اضافه اینکه خب ترس داشتم از رشته های دیگه و خب توی شهر کوچیک زندگی میکردیم، من این رشته رو متاسفانه انتخاب کردم و سال هاست که دارم با خودم هم مشکل دارم. و اینکه چرا این رشته رو انتخاب کردی و مسئله اقتصادی دارم و داستانی از این قبیل که شاید این طولش نرم دکتر. خب شما که میتونید معلم بشید با مدرکی که دارید،
دبیر دانشگاه من معلم هستم دکتر جان. بله من دبیر هستم، تدریس دانشگاه هم میکنم، ولی خب حتما مطالعه هست این که خب تو دانشگاه که مدرسم و ساعتی در واقع حقوق میدم که بسیار کمه، حقوق معلمی هم خیلی کمه دکتر، حالا خیلی زیاد اداره کاریه مثلا 10-11 تومن که شما میدونید چقدر کمه. درسته. خب و شما الان با کی زندگی میکنید؟ من الان 2-3 ساله به شهر بزرگتری نقل مکان کردم دکتر جان و تنها زندگی میکنم، یا با یک همخونه یا آقا پسری هستن با هم زندگی بسیار. میکنم. خب حالا به من بگید که برای چی لطف کردی تلفن کردید عزیز. خواهش میکنم دکتر جان، یکی این که راجب آیندم دکتر نمیدونم چی کار باید بکنم، خیلی دفعه قبل که با شما صحبت کردم من خیلی شما رو هم دوست دارم هم میشناسم، خیلی ساعت‌های زیادی میشنوم شما رو، شما به من فهمیدی که کارخانه خواب شدی، در حالی که من از اون هم یه پله فراتر رفتم دکتر جان، من کار مغازه خواب شدم به خاطر اینکه شبام تو مغازه میخوابم و هیچ لذتی نمیبرم و اینها. دو تا مسئله دارم دکتر جان، یکی اینکه نمیدونم آینده خودم چیکار باید بکنم، گزینه‌های پیش رو یکی هیئت علمی شدن هستش، دو اینکه حالا فست فود رو ادامه بدیم فست فودی که با برادرم زدیم، و سه که حالا گزینه کم رنگ‌تری هستش، میگن مثلا تو حالا قدرت استدلالی و کلامی و اینها دوستان لطف دارن میگن بد نیست برو مثلا حقوق و روانشناسی بخون. دکتر هلاکویی میگه که شما که در نهایت 40 سالت میشه، پس اگه دوست داری وکیل و روانشناس بشی اینو این کارو بکن اشکال نداره، ولی دوستان دیگه میگن حالا تو دکترای رشته خودت رو داری و حالا این کار شاید خیلی دور از نظری باشه. این مسئله اول هم از مسئله دوم رو بگم مقصودتون نه به همین رو همین بمون عزیز. ببینید برای یه تیپی مانند شما و در شرایط خاص ایران، اونم برای کسانی که پشتوانه ویژه‌ای مخصوصی ندارن از نظر مخصوصا مالی و یا ارتباطات، مسئله اصلی تنها راه رشد ماجرای مدرک و تحصیلات، هم خود مدرک اینکه در چه مقطعی هم رشته ها هست. حالا خود شما به من بگید آیا علاقمند به هیچ کدام از این دو رشته روانشناسی و یا حقوق هستید؟ و چون به هر حال ادبیات هم خوندید هر دو تا رشته هم اون درس قبلیتون خیلی خیلی بهتون کمک میکنه، بنابراین یه چیزی نیست که کاملا کنار گذاشته شده باشه، برای که با ادبیات غیر از همون دبیری و یا احتمالاً درس دادن در یه سطح کمی بالاتر، اونم در یه جامعه مانند ایران، اونم در زبانی که زبان فارسی یا ادبیات فارسی است دایرش محدوده، ولی خب به هر حال بسیاری با اونم میتونن زندگی کنن، ولی به نظر میسه شما نه. حالا این قابل قبول، به من بفرمایید که آیا پرسش اولتون، چون شما هی درباره آینده صحبت کنید، آینده چیزی نیست برای یه سن و سال، یکی شغل و کار، یکی روابط و ازدواج، اینکه آینده نامشخصه، راجع به دو تا موضوع بسیار مشخصه. حالا سال اول که پایه اصلی کار هست، سنتونم به هر حال سنی نیست که جای نگرانی باشه، خودتون علاقمند به رشته روانشناسی هستید و فکر میکنید حاضرید به مقدار زیادی بخونید، بعدم در حدی که میشناسید واقعا از نظر اقتصادی دوستان روانشناس حالا در حد متوسطش خوبش عالیش میتونن به خوبی زندگی کنن یا نه، من نمیدونم الان درآمدها چه هست. دوم، آیا با توجه به سیستم حقوقی قضایی و یا نظام دادگستری ایران، آیا ماجرای وکیل یه معنا و مفهومی داره که در بیشتر نقاط جهان داره و شما باش راحت هستید، یا اگر فرض کنید با 2-3 ماهی در یک سازمان حقوقی باید وکیل کار کنید و از کم و کیف این که زندگی اونا چگونه میگذره با چه موضوع و مسائل و مشکلاتی احتمالاً روبرو هستن، چه اندازه اونها هم احساس رضایت میکنن و یا درآمد قابل قبولی دارند، آیا این اطلاعات رو فقط به دلیل هم علاقتون هم به دلیل از نظر امکانات مالی اون چیزی که باید میدانستید رو به دنبالش رفتید تحقیق کردید میدانید، یا اینکه نه فعلا برای شما به صورت یک احتمال به صورت یه پیشنهاد کلی مطرحه؟ دکتر جان چند تا مسئله رو مطرح فرمودید. مسئله اول اینکه حتما من همیشه تو زندگیم چالنجم پول بوده، به خاطر حال سختیه که کشیدین از لحاظ مالی پدرم خیلی درمزه نمیذاشتن، پول خیلی برام دغدغه است. برای این علت این که میخوام این دو تا رشته رو انتخاب کنم در وهله اول پول ساز بودنش هستش. مرحله علاقه رو من یه مقدار مشکل ترس دارم، از آدما میترسم، یه مقدار
یعنی مسائل اینجوری دارم. به من میگن حالا دوستان که مثلا اگه تو بری وکیل شی اون فضای دادگستری و این داستانا خب تنیزا هستش و مسائلی از این دست. راجع به روانشناسی هم حالا من دکتر هولاکویی طبیعتا منو به روانشناسی علاقه من کرد و حالا بعد از اون هم حالا مطالعات و پادکست و اینها علاقه دارم، ولی واقعیت اینه که اگر به من بگن مثلا یه شغل سومی هست چه میدونم تو برو مثلا در کوچه وایس در دیوار نگاه کن پولش از این دو تا بیشتره، من میدم اون انتخاب میکنم. یعنی برای من مسئله پول هست. شما اشاره فرمودین که آگاهی چقدر هست تو این دو تا زمینه. آگاهیم حالا نه فکر میکنم متوسط رو به پایین هست، فکر میکنم با یه صحبت با دو سه تا روانشناس و دو سه تا وکیل بتونم به یه آگاهی کلی برسم دکتر. خب اون است کاری عزیز، ولی... ببینید نه یکم بیش از گفتگو، چون افراد ممکنه یه جهتی بگیرن مگر اینکه یه جمعی باشن که اگر یکی کمی داره تون میره سه تا چهار تا وکیلن، حالا یکی جنبه مثبت رو میگیره یکی جنبه منفی رو بگیره که شما یک کمی به واقعیت نزدیک بشید، یا چهار تا روانشناس. به همین جاست که بهترین کار برای کسی مانند شما دو سه ماه به قول معروف شاگردیه توی مؤسسه حقوقی یا یه مؤسسه روانشناسی است. یعنی اون بیشتر به شما کمک میکنه بدونید چه خبره و واقعیت مسئله چه هست. چون عرض کردم یه زمانی شما درباره حقوق و قضا و مسئله نظام دادگستری اینا صحبت میکنید، اینا یه مقدار زیادی مسائل اجتماعی سیاسیه و به همین جد است که کاملا در کشورها میتونه اهمیتش اعتبارش ارزشش متفاوت باشه. مثلا شما فرض کنید اگر در امریکا 1000 نفر در رده های بالای سیاست و حالا کمی هم اقتصاد سیاسی هستن، 800 تاشون وکیلن. برای که این راهی است که هم به دلیل اینکه اشتباه نکنن و گیر نیافتن و هم به خاطر اینکه بتونن به نوعی بحران ها رو به فرصت تبدیل کنن. خب این خیلی متفاوته با آنچه که در ایرانه، یا من فرض کنید از طریق خبرها از راه دور میشنوم. من خودم اون زمان که در ایران بودم با دانشکده حقوق، چون هم حقوق سیاسی اقتصادی و حقوق قضا اینا همه با هم بودن، بعد تفکیک شدن دو جدا شدن، کاری به اونا ندارم، یعنی بی خبر نبودم، ولی الان نه. در خصوص روانشناسی هم مثل بسیاری از زمینه‌های دیگه که مایه هنری او بیشتر از مایه برخی از وقت علم میشه، مثل دوتا خواننده است که یکی یا فرض کنید برای با 100 تومن یا 100 دلار دعوتش میکنن، یکی 10 دلار 5 دلار و اون 5 دلاری 10 دلاری به جایی هم نمیرسه. برای که اینا مهم این است که حتی از کجا شروع کردی، از 100 شروع کردی یا از 5، در حالی که در برخی از رشته‌ها از 5 شروع کنی هنوز هم میتونی به 100 برسی، از 100 هم بگذری. حالا به همین جهت است که اطلاعات شما با توجه به حرفی که میزنید که باش من مسئله آنچنان ندارم که موضوع اصلی و اساسی پوله. اولا پول مهمه به دلیل اینکه برای شما مهم بوده، دوم پول به هر حال نماینده این است که شما در یه جامعه چند روز توان در آوردنش رو دارید. حالا درسته که راه درست و غلط هر دو رو میشه رفت، ولی به هر حال نماینده یه دانایی و توانایی های شماست. مثلا اگر از راه درست بریم که کاملا نشانه دانایی و توانایی و مهارت شما و ضمناً پشتکار و جدیتتونه و یا حتی برخی از اوقات خوبی و صداقت و صمیمیتتون، بنابراین اونا مسئله اوله نتیجتاً. و بعدم تا این مسئله رو حل نکنید، موضوع دوم که مسئله روابط به ویژه خانواده و ازدواج منتفی است. یعنی اونا باید فعلا صبر کنن، فرصت زیادی ندارید، ولی برای 2-3 سالی 4-5 سالی میتونن منتظر باشن تا تکلیفتون و جهتون روشن بشه. بنابراین ما میریم پیام ها رو میشتیم و برمیگردیم، هر جور شما دلتون میخواد جنبه های مثبت منفی که شما ازش خبر دارید اونو میتونید بگید. فقط مسئله این که من آدمی هستم که شاید اضطراب اجتماعی دارم، این به صورت نیست مثل اینکه این قد منه یا این رنگ چشم منه که همینه. نه چنین نیست، شما میتونید اضطراب اجتماعی داشته باشید و به راحتی از عهده حلش و نداشتنش بر بیاید. یعنی این چیزی نیست که به نام شما نوشته شده و دیگه همیشه با شماست. نه واقعا شایع‌ترین بیماری و گرفتاری در جهان استراب بوده، هم اکنون هم هست، حالا با استرس همراه شده، ولی در این حال هم ساده ترین یا راحت ترین مسئله و مشکلی است که میتونه معالجه بشه و خوب بشه. پس ما دو طرف این قضیه رو داریم. دکتر ممنونم بابت توضیحات و صحبتاتون و وقتی که به بنده میدین.
دکتر جان، پس من باید صحبت کنم با چند تا وکیل و با چند تا در واقع روانشناس به نتیجه برسم؟ این از این مورد درست عرض میکنم خدمتون؟ نه، من ترجیح این است که یه محیطی که اونا کار میکنن برید. ببینید، شما توی مهمونی ممکنه سه تا وکیل روشن صحبت کنن، اصلا همشون یه بار منفی یا مثبتی میگیرن و شما نمیفهمید چه خبر است. بلکه آدم ها وقتی گزارش میدن که مغز انسانی که کتاب نیست که شما باز کنید صفحه اول دوم سوم بخونید، انسان یه مثل ماشین تحریره، یه نوشتنه. شما الان میتونید 20 جور مختلف درباره ایران حرف بزنید، 30 جور مختلف درباره فرض کنید پدرتون صحبت کنید، بس ببینید که از چه دیدی کجا هستید، چه کار میخواید بکنید، با چه مقداری. به این دلیل روی اون که باشون حرف بزنید اونقدر کمکی نمیکنه، برام تازه معلوم نیست کجا هستن. ولی مؤسساتی که هستن بیشتر کار میکنه که شما بدونید واقعا چگونه عمل میکنن. یا فرض کنید در سیستم حقوقی یا قضایی ایران، مثلا اینکه اصلا کجا هستید شما به عنوان یه وکیل، اصلا به حساب میاد یا نه، و اصولا توجه شما و اصولا اون حد اقلایی که از شما انتظار دارن رو دارید یا نه. برای که من مثلا فرض کنید خاطرم از رشته حقوق قضا یا قضایی، به هر حال یه گروهی بودن، حتی یه درصدشون یه زمینه فرض کنید عربی داشتن، یه زمینه مذهبی و یا طلبگی داشتن، یعنی حتی برخی از استادای معتبر دانشکده حقوق دانشگاه تهران در اون زمان اصلا مهمن بودن، ولی تخصصش مثلا در فقه شیعه بود و یا درس خاصی رو میداد. این رو به این دلیل عرض میکنم که شما باید ببینید کجای اینا به شما میخوره، چون برخی از اوقات یه چیزی اصلا با ویژگی روانی شما و ساختار ذهنی شما همخوانی نداره. به این دلیل کم من نمیدونم، من اونو که نه اونو نمیدونم عزیز، نه اون آخه با اون صحبت به جایی نمیرسید. به هر حال توان شما رو در جهت ارائه خودتون متوجه هستم، ولی خب به هر حال شما تحصیل کردید بودم توی رشته مثل ادبیات و زبان که به هر حال از یه مقدار هم مزایایی برخورداره، هم اشتباهات معمول رو که بسیاری میکنند شما نخواهید داشت برای که ازش آگاه هستید. اینا نشون دهنده این است که در یه گفتگو امتیازاتی شما میگیرید، ولی آیا این به اندازه کافی هست برای که در ایران رشته حقوق رو بخونید یا اصولا درگیر کار روانشناسی بشید؟ مسئله استرابتون در حالی که موضوع هست وقتی که باشه، ولی چون میتونه از میان بره وقتی که نباشه، دیگه مسئله و مشکل شما نخواهد بود. درسته. و گزینه دیگه هم خیلی سریع بررسی کنم دکتر جان، گزینه هیئت علمی شدن توی رشته خودم رو دارم، گزینه ادامه دادن یا جمع کردن فسفود رو داریم که من با فسفود اصلا نه ببینید این دوتا چیز متفاوت کن. این که شما بخواید برید توی رشته جزء از هیئت علمی بشید، اولا باید بتونید وارد بشید، اون حد اقلا رو من نمیدونم چگونه. بعدم شما ناچار باید هنوز روزی 3-4-5 ساعتی بخونید و الا تو این رشته ها در اون چارچوبی که با بقیه استادا در ارتباطید گرفتار میشید. اونجا جایی نیست که آدم ها متوقف بشن، حتی این چالش رو، این چالش و مبارزه رو از جانب دانشجویان دارید. در حالی که شما اگر پاشید بهید فست فود، در حقیقت به یک اعتبار مثل که فارغ التحصیل شدید، اصلا فارغ شدید، مثل یه زنی که زایمان میکنه دیگه، ماجرای خوندن موضوعش منتفیست. به علاوه قصه فست فود برمیگرده به یک شغل و کاری که خیلی از اوقات یه درصد کمی از مدیریت رو میخواد با توجه به مقدار سرمایه‌ای که احتیاج داره و محلی که شما هستید، و بعدن یه مقدار مانورای محدودی برای اینکه برخی از مشاغل هست یا تا مغازه هست که شما میتونید 5 برابر یه مغازه دیگه درآمد داشته باشید. ولی فست فودا برمیگره به اینکه محل شما کجاست و چه اندازه‌ای هست، نتیجتا تفاوت ها 5% و 10%. یعنی میخوام اینا رو داشته باشید. در این حال مثلا یه کاری مثل فست فود خب یک ارزش و اعتبار اجتماعیش مطرحه، دوم بسیاری از اوقات این شغل و کار سبب میشه که شما در شبانه روز ای بسا بیشتر از 8 ساعت یا 10 ساعت یا 12 ساعت کار بکنید، برای که اینا بیزنس هاییست که کاربره اونقدر حتی سرمایه بر و مدیریت بر نیست.
نتیجتاً خب باید اونجا بود. مثلا در یه جامعه مانده ایران که خیلی از وقت من دیدم دوستان هستن، اگه بیام چرا روزی 14 ساعت کار میکنین، میگه اگر برم صندوقو میزنن میبرن. بنابراین اصلا اعتمادشون وجود نداره، مجبور یه قسمت بی ارزش و بی اهمیتی رو از نظر خودشون فکر کنه مدیر خوبیست بشه، نقش پد گرفتن پول رو داشته باشه که خاطرش آسوده است که پولش برده و خورده نمیشه. اینو به این دلیل میگم که یه مقدار ریزه کاری های تو این موضوع هست و برخی از آدم ها برش آماده هن. خیلی از اوقات تو خانواده های بزرگ شدن که صبح تو رو بحث بیزینس بوده، اینقدر بوده که من برخی از اوقات گفتم دوستانی هستن که از ایران میان، قبل از این که تو هواپیما که هستن قرار رو گذاشتن که قبل از رفتن به خونه از فرودگاه برن مغازه‌ای که میخوان با یه کسی شریک باشن رو ببینن. آدمایی هستن که بعد از 5 سال 7 سال روز میگم هنچ کار بکنن. یعنی اینا یه تفاوتایی است که برخی از اوقات تو وجود آدم هست. بعدم خیلی از اوقاتی که من برای دیگری کار بکنم اصلا ویژگی روانی منه، این که برای خودم کار بکنم اصلا با روحیه من سازگاری نداره. متشکرم دکتر جان، مجددا هم میشنوم و نکات رو حالا برداشت میکنم، فهم میکنم بهترین تصمیم رو بگم. من دکتر هم خیلی دوستتون دارم، من خیلی میترسم ازتون و خب حالا میخوای چی میخوای بگی؟ حالا میخوای چی کار کنیم؟ میخوای چی بگی مرد؟ میخوام به خدا خیلی دوست، میدونید شما برای من مثل یه پیامبرید که خیلی خوب به هر حال من از اون پیامبری مثل جرجیس هم لهت میکنم. بگو چی میخوای بگی؟ همین نمیدونم، باید فکر کنم ببینم کدومه که از این گزینه‌ها بهتره دیگه. من باید ببینم. حالا اون که عزیزم، نه ببین عزیز، اولا اون یه چیزیست که واردش میشید، بعدم وقتی وارد شدید خیلی از وقت مثل سوار هواپیما شدن دیگه، تصمیم گرفتی تمومش کنید میره. برای که غالب اوقات ارزیابی شما از خوب و بد یه چیزی و خوب و بد یه چیز دیگه که مقایسه کنید خیلی بی پایه است. به همین جاست که مطالعات که تو امریکا شده، 2500 نفر میلیونرهای امریکایی، یکی از حرفایی که زدن این است که ما وقتی کاری رو شروع کردیم اگه بد بوده بلافاصله ایستادیم، ولی اگر خوب بوده دنبال کار بهتر نرفتیم. در حالی که می‌بینیم مثلا یه ذهنیتی در شما می‌بینم که در جامعه ایرانی بسیار شایع است که اگه کار خوبی داری برو سراغ کار بهتری، و علت یه چنین مسئله غیر واقع بین بودن و بیخبر بودن از تاریخچه یه بیزینسه، و بعدن عدم توجه به این که وقتی من در یه کاری هستم رنجش رو یکی دو برابر میکنم و لذتش رو با توجه به رنجشون هست کم میکنم، در حالی که وقتی به بیزینس دیگه و شغل دیگه نگاه میکنم لذت اون رو افزایش میدم و رنجش رو اصلا بعضی وقت به حساب نمیارم. بنابراین مطالعات نشون میده وقتی شما یه کار خوبی دارید قرار همین کار خوب رو ادامه بدید، قرار نیست دنبال کار بهتر باشید. به همین جهت است که میگم اگر یه تصمیمی تو این زمینه ها گرفتید دیگه برید. اما قصه فست فود داشتن شما رو وارد یه مرحله میکنه که شما حتی بدون دیپلم هم میتونستید فست فود داشته باشید. حتی برخی از اوقات اگر سابقه پدری و مادری و آشپزی و فرض کنید از این هم داشته باشید، یا یه گرایشی در برخی از نقاط ایران که حساسیت یا تو محیط خونه یه مقدار درباره غذا و انواعش و ترکیباتش حرف خیلی بیشتره تا جای دیگه، ای بسا شما یه امتیازی میداشتید. ولی این چیزی نیست که شما جز در موارد خاص، اونم در یه سطح بالایی که افراد فوق العاده توانایی با یه استعدادی میرن دنبال کار، فرض کنید آشپز بودن، در بیشتر موارد کار عادی معمولی است که تقریبا همه از اختش برمیاد. خب نتیجتاً آیا یه همچین امتیازی کجا هست؟ و بعدم شما درگیری همچین کاری که میشید که خودتون کار نمی کنید، یه چند نفر دیگر رو اداره می کنید که کار کنن، هم کار بیشتر بکنن هم کار بهتر بکنن، هم درآمد شما رو بر ندارن. خب این یه شغلی میشه 30-40 سال یه جوری ایام رو گذروندن، چالشی نداره، رشدی نداره، یعنی من رو دور خودم میچرخونه. حالا اگر من یه تیپ آدمی هستم که مسیر رشد و پیشرفت و حتی به یک اعتبار تکامل رو به عنوان یه موضوع زندگی خودم میدم، که من که نمیتونم درگیر کاری بشم که 5 سال 10 سال تکراری مقدار کار عادیست به صورت ناگاه هم حتی در میاد و در نتیجه یه حوصله سر رفتن کل زندگی رو داره که غالب اوقات با یه ضربه و آسیب میشه افسردگی. بنابراین خیلی تفاوته. یعنی وقتی شما حرف تو این است که من بین هیئت علمی دانشگاه و فست بود، خب این خیلی
ما جایی مسئله پولش رو میفهمم، ولی پول هر اندازه معامل تعیین کننده باشه از یه حد دیگه نیست، برای که اون چیزی که شما در 100 تومن اولی که در میارید یه ارزشی داره، یه اهمیتی داره. 100 تومنی که بعد از 1000 تومن یعنی 1000 تومن میشه 1100، یه دهم این 100 تومن اول هم ارزش نداره. و ما رو متأسفانه متوجه نیستن روزی که شما یه تومنی دارید یه ارزشی داره، تومن دوم اصلا به اندازه تومن اول نیست، یعنی اصلی به اسم مارجینال یوتیلیتی یا مطلوبیت نهایی که مسئله بسیار جدی است. حتی در خصوص موارد متفاوت هم چه اینه، من به شما یه سیب و پرتقال میارم، میگم سیب میخوای یا پرتقال، شما میگید سیب، من بهتون سیبو میدم. دوباره یه سیب و پرتقال میارم، میگم سیب میخوای یا پرتقال، شما اگر خیلی سیب دوست داشته باشی یا فکر کنی سیب خیلی بهتر از پرتقال است، میگی سیب، خب دومی هم بهتون میدم. برای بار سوم یه سیب میارم پرتقال، میگم کدومو میخوای، غالب آدما عوض میکنن، میگه حالا که من دو تا سیب دارم برم سراغ پرتقال، در حالی که در انتخاب اول دوم هر دو تا سیبو انتخاب کردن. و در اینجا نشون دهنده این است که انتخابشون نه به معنی دادن ارزش بیشتر بود، مقدار اینجا مسئله است. یعنی حالا من دو تا سیب دارم، بگم سومی چرا سه تا سیب سومو بگم، خب بیا پرتقالم بگیرم. و اینا نشون دهنده این است که وقتی با این ظرایف ذهن انسانی که در بلندای زمان خودشو نشون میده ولی در آغاز نه، کمی آشنا باشیم متوجه میشیم مسئله جدی است. چرا من اون هم اصرار داشتم اول برید واقعا ببینید آیا یکی از این رشته ها 90، اون یکی 10، کارا دیگه تکلیف روشنه، 80 20 تکلیف روشنه، یا اینکه نه این یکی 48 اون یکی 52، و هنوز نمیشه انتخاب کرد، هنوز نمیشه انتخاب کرد، اصلا نباید انتخاب کرد. اگر به یک نتیجه ای و یا به یک اعتبار قطعیتی رسید تکلیف روشنه. برای در این گونه موارد تا زمانی که حق انتخاب دارید باید صبر کنید که یه چیزی 80-90 درصده باشه، درست مانند ازدواج که به نظر من تا 95 درصد نباشه نباید ازدواج کرد، یعنی اونجا دیگه باید مطمئن بود که من چیز دیگری و یا بیشتری نمیخوام و در نتیجه میتونم این پرونده رو برای همیشه ببندم. به هر حال مواظب خودتون باشید، همچنان تحقیقتون رو بکنید. حالا بعد از این با برادرم هستش، اجازه میفرمایید؟ خب نه، اونو باید صبر کنیم و پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. ادامه میدیم رادیو همراه، بفرمایید. دکتر جان ممنونم و خسته نباشید. برادر میخوان مسئله رو خودشون مطرح کنن، اگر اجازه بفرمایید دکتر جان. خواهش میکنم. با اجازه من گوشه دارم بهشون. ممنونم. سلام و درود و خدا قوت بر دکتر هلاکویی. مرسی عزیز، خواهش می‌کنم بفرمایید. شما چند سالتون عزیز؟ شما 7 سال کوچکترید از بله اوکی، چون گفتن یه برادر 7 سال کوچیکه. خب موضوع چیه، چه خبر است بینتون؟ خیلی خوشبختم و با افتخار با شما صحبت می‌کنم. راست داری، بفرمایید. سلامت باش آقای دکتر جان. مسئله که حالا نیست، پیشنهاد کاری هست. حالا اون موقع فکر کنم با شما کلی صحبت کردم و دیگه منم به داداشم پیشنهاد کردم، حالا هم میشه پاره وقت انجام داد هم تمام وقت. مسئله یه که خب الان همه جا دارن کار میکنن، همه سیستما به خاطر الان عصری که ما داخلش هستیم، عصر آیتی دیگه، و علت این که حالا خیلی مسائل مالی داریم اینه که تو عصر قبل هنوز خیلی ها کار میکنن و حالا کاری که خودم میکنم پاره وقت در کنار فست فود نت بیزینس نتورک مارکتینگ، اون سوم صنعت پولساز دنیا. خب میشنوم میتون عزیز. سلامت باش. هیچی، من این کارا دارم انجام میدم، حالا یه سری دلایل که خب مطرح هست تو دنیا اونا را دارم که خب خودم تصمیم گرفتم انجام بدم. حالا اینکه داداش فهمودن اگه با دکتر راکر صحبت کردی و ایشون چون شما قبول دارن خیلی، من این کار انجام میدم. حالا اگه سوالی شما دارید من نمیدم آخه. نه ببینید عزیز، شما یه لغت گفتید که درباره اهمیتی که این بیزینس داره در جهان. اولین پرسش این است که یک در ایران هم از نظر شما در حدی که در بقیه نقاط جهان هست یا متوسطی که در جهان هست در ایران هم هست؟ بله. اوکی. دوم این که نه سب کنید سب کنید دوم این که آیا تحصیلات خاصی احتیاج هست یا اینکه آدم ها با یه کمی آگاهی و بعداً به هر حال استعداد و قابلیت هایی که دارن تو این زمین قدم برمیدارن؟ درسته، دوتاش هست بگو جان، چون که الان شده قسمت مدیریت بازرگان شاخه داره، شاخه نتورک مارکتینگ داره تدریس میشه و از همون ابتدا هم اشخاص خب چون
بس برد برده توی سیستم. یعنی حالا من پلنی که من خودم دارم کار میکنم باینری، یعنی تصاعد بر دوه، هر کسی میاد یک بار خریدی انجام میده. شرکت هم که رفتار میکنم دست کنجه روی صنایع دستی ایران که خیلی ارزشمنده، قابلیت ارائه تو کشور دیگه هم تا چند وقت دیگه داره، چون ما دیگه چیزهای دیگه تو ایران نداریم که بخوام رقابت بکنه تو سطح بین الملل و تو سطح های بالاتر. حالا بذار بعضتون چون یه ذره صبر کنید، برای که نمیخوام یه بحث بیهوده‌ای باشه، برای که شما میدونید من نمیدونم. فرض کنید به شما من بگم دو تا سه تا کالا یا قلمی که اقلامی که شما میخواید ببرید به عنوان صنایع دستی در کشور دیگه بفروشید، یک دو تاش کدامن بعد در کدام کشور؟ درسته. ببین خب اول که طبیعتا در خود ایران، یعنی باید تو ایران اونقدر ارزش چیز بشه، صنایع دستی زیادن، تخت نرد ایران هست که روش خاتم کاری شده، فیروز کوبی هستش، اقلام خب قلمزنی هست، زیارات، خیلی چیزا در ایران که حالا درنده روش مانو داده که خب خیلی ارزشمنده که بتونیم ارزم با این هدف حالا درآمدی داشته باشیم. الان خب بحث اینه که الان همه سیستما داره به این سمت میره دکتر جان. من بگید که شما این کالا تخت نرد رو به کجا میخواید ببرید بفروشید؟ ببینید الان هر کسی تو این پلن، مثلا من یه محصولی میخرم تخت نرد از کشورم، یه شرکتی این وسط هست که خب محصولات درجه یک رو ارائه میده، برای که حالا هم حمایت کرده باشم برای درآمد خودش هست، و به جای اینکه بیایم مثلا پورتانت رو به تبلیغاتی که دیگه خب مثلا مثل بیلبورد و جاهای دیگه هست کنه، میاد به بازار بهش میده تبلیغ کلامی. همین که الان مثلا خب رادیو شما هم بین صحبت ها داره تبلیغ کلامی میکنه، از زمان قدیم بوده تا الان، یعنی قدیمی ترین روش درآمد به شیوه مدر، یعنی خود شرکت پورتانت رو حساب میکنه، یه قانون و یه چیز داره، سه امتیاز این و سه امتیاز اون، و داره این کار انجام میده. خب آقای رابرت کیوساکی از که شما میشه، آقای ترامپ خودش نتورکر، اینا از اساتید بزرگن که خب یک درصدی دارن کار انجام میدن تو دنیا، تو ایران هم خب موفقیت آمیز دیگه، مثل هر بیزنسی اصولش رو رعایت کنی موفق میشی، خب اصولش رو دیگه نسبت به هر بیزنس همینطور. نه باز من چون شما در یه سطحی صحبت میکنید که من متوجهش نیستم، معرفم این است که شما در کدام کشور میخواید تخت نرد به کی بفروشید؟ مثلا این بازی یه بازی خاصه در و در نقاط جان از 100 تا آدم 99 تا اصلا نمیشناسنش. خب خیلی چیزا یادم، بس با اعتبار میره جلو، بس ارتباطات هست که خب قوی میشه. ارتباطاتی در اختیارتون نیست عزیز. نه ببینید سب کنید، بذارید من یه چیزی به شما بگم، یه ذهنیتی رو من متوجه هستم. شما در امریکا باید بازاری برای خودتون هم طور که الان به درستی میگید درست کنید، ولی این کار میلیون ها که سهل، صد ها بلکه میلیارد ها دلار پول میخواد که شما رو بشناسن، اصلا تخت نرد رو بشناسن. شما فرض کنید 150 میلیون هم خرج کنید، ای بس با اصلا بازاری پیدا نمیکنه، و این پول اصلا از کجا میاد؟ یعنی بدونید من اشکارم اینه که ببینید عزیز، اشکال کار این است که ما نمونه های موفق، بذارید یه چیزی به شما بگم، یه دانشگاه بسیار معتبری است از جمله 5 تا دانشگاه اول یا 7 تا دانشگاه اول امریکا به اسم دانشگاه برکلی در شمال کالیفرنیا است. این دانشگاه در کنار یه مرکزی است به اسم سیلیکون ولی، یعنی به یک اعتبار مغز خلاقیت و اختراعات و اکتشافات دنیا. بله. نه فقط امریکا. خب در اینجا برخی از اوقات حاضر هستند به 100 نفر آدمی که یه کاری رو شروع میکنند کمکشون کنند، وقتی تر به طور کلی خوبه پول بهشون بدن، امیدشون هم این است که یکی یا دو تا توش موفق بشه، چون اگر یکی دو تا موفق بشه تمام ضرر اون 98 های دیگر میپوشونه. اما یه حد اقلای احتیاجه که شما جز اون 100 نفر بپذیرن و بهتون این پول رو بدن. علتی که من اون پرسش رو از شما کردم اینه که برخی از چیزها امکان رشدی نداره، یعنی شما با یه تبلیغات چند صد میلیون دلاری هم نمیتونید در یه کشوری علاقهی برای بازی تخت نرد و بعد فروش تخت نرد ایرانی پیدا کنید. بعدم تازه شما برای مدتها باید میلیون ها دلار یا هرچی پول خرج کنید که معلوم نیست نتیجه هم چی باشه، و همچی پولی وجود نداره. چون قصه بازاریابی، ببینید عزیز، بازاریابی یا آنچه که شما میگید رو من باش آشنا هستم، ولی این از آن مؤسساته
بذارید یه چیز دیگه به شما بگم. شما الان بیاید در امریکا حتی یه رادیو یا تلویزیون داشته باشید، امکان نداره بتونید وقت بگیرید از کارخانه پپسی که برید با یه مسئولی صحبت کنید که بگید به منم آگهی بدید. مثلا به شما وقت نمیدن، برای که سیستم اصلا یه جور دیگه درست شده. این که من پاشم برم پلو، به همجد است که این همه رادیو تلویزیون ایرانی هست، سالهای سالم هست، 40 سالم هست، یکی دوتا شبکه هم نیستن، به یک اعتبار یکیشون یک آگهی امریکایی نتونستن بگیرن، یا آگهی که معنی دار باشه. چرا؟ برای که اصلا ورود به این بازار رو شما نمیتونید داشته باشید. یعنی کسی بازاریابی و توانایی های شما نیست. افرادی هستن که در این کشورن، در دانشگاه معتبر امریکا استاد همین ماجرای مارکتینگ هستن، ایرانی استاد این رشته هستن، ولی وقتی باشون مشورت میکنین حرفشون این هست که نه، هیچ راهی نیست، برای که یه سیستم های مخصوص به خودشه. اینی که اشکال کار من نمیدونم و نمیفهمم، میخوام بدونید اینی که شما با ملاک های موفق نمیتونین کار بکنید. بذار به شما یه چیزی بگم. الان یک برنامه های 3 روزه 5 روزه یه هفته از این انگیزشی ها هست که حالا بگذاریم چه جور آدم هایی رو پوش میکنن، 1000 نفر اونجا شرکت میکنن، یکی یا دوتا توش موفق میشن، اونو میارن نشون میدن، اما به 200-300 تا که موفق نشدن اشاره نمی کنن. اما به 700 تایی که نابود شدن به خاطر این اشتباه که اصلا حرفشو نمی زنن. من این کنفرانس ها رو برخی از اوقات تو لس آنجلس بوده، حتی ایرانیش هم بوده، بعد از اینکه کنفرانس بعد از 3 روز تموم می شده، حالا من 5 تا خودکشی داشتم. یعنی نه، میخوام بگم نه، ببین عزیز، یه زمانی هست که شما در یک ذهنیتی هستید که ملاکاتون موفق هاست، مثل اینکه آدم بگه این قهرمان بوکس، اون قهرمان شناس، اون قهرمان نمیدونم فوتباله. خب بله، ولی مثلا امریکا چی میگه؟ میگه از هر 140,000 نفری که در امریکا به صورت جدی میرن تو تیم ها و میخوان به جایی برسن، فقط 1 نفر میتونه عضو تیم ملی یا به نوعی این 28 تا تیم مثلا بسکتبال امریکا بشه، 1 نفر از 140,000. حالا اگر یک کسی اون رو مبنا قرار بده که او رسید منم میتونم برسم، ما یه عدد دیگری داریم. اشکال کار مارکتینگ اینه که در یک کلیاتی باید باشه. وقتی شما به من میفرمایید که یک بیزینس بسیار معتبری است در جهان، معلومه امروز حتی 20 برخی از اوقات 30% هزینه های شرکت تبلیغاتشه، بس اصلا یه عدد حیرت انگیزیه. ولی این شبکه به گونه ای درست شده که گفتم حتی گرفتن وقت ملاقات رو شما ندارید، امکان نداره بدید. حتی با 4 تا پارتی بازی که بکنید که اصلا شما بدن حرفتون رو بشنون، چه رسه به این که بیان اعتماد کنن و اطمینان کنن. به همین جهت است که من جمله رو باز تکرار میکنم، نمیدونم این چیزی که شما در ایران به دنبالش هستید چه هست، و اصلا نمیدونم طرف مشورتی که اگر من قرار گرفتم اصلا برای چیه، برای که من هیچ اطلاعی در یه مجموعه تو این زمینه که باید داشته باشم و ندارم. فقط تنها هشداری که دارم اینه که چون من با تعداد فراوانی از دوستان که نه تنها سالها وقت و انرژی خودشون رو، برخی از اوقات ثروت خانوادگیشون رو، برخی از اوقات از راه بازی‌ها و مانورها و فریب و دروغ و تقلب و پنهانکاری ها حتی ثروت خانواده رو برباد دادن، و از 100 تا که من میشناسم حتی به یک بار یکشون رو موفق ندیدم که بگم الان یکی برد. به این دلیله که دلم میخواد یه تفاوتی بین آنچه که واقعی است، آنچه که آرزوه، آنچه که رویاست با واقعیت باشه. به همین دلیل از وقتی شما درباره مارکتینگ تو ایران صحبت میکنید، من در حالی که میفهمم حتما یه چنین چیزی هست و حتما راه و روش هایی داره که آدم ها توش میتونن موفق بشن و پیش برن، مثلا تردیدی ندارم، ولی یه کسی باید من نشون بده که من اون 1 در 140,000 بسکتبالیست امریکایی یا حداقل 1 از 1000 ایرانی هستم که 999 تا که تو این راه هستن موفق نمیشن، یکی میشه.
و اون یکی منم به این دلایل، بلا به صرف امید و آرزو نه. اینی که من نمیدونم الان اگر اینجوری شاید صحبت رو مطرح کنم کمک بکنه، من واقعا علت گفتگوی شما و برادرتون با من چیه؟ علتش یا هدف چیه؟ و پرسش چیه؟ بله من برادرش مطمئنه که وزید پیتا دادم خدمتون. این مسئله حالا شکرانی کمک کنه که به اصل بحث برسیم، اینه که اون چیزیه که ما قبلا با عنوان حالا شرکت های هرمی میشناختیم و بعد حالا اونا که 99 درصدش فریب و دروغه، برای اینکه آدما که اصلا پولا رو میخورن پایینی ها همه رو میبازن. ما همینه دکتر، اصلا بعد همین حالا داداشم یه جوری مطرح کرد که اصلا مطلقا معنایی نه، اون یه فریب و یه بازی بود. کلی نکته نوشته، حالا میخواد که یه صحبتی با هم بشه. بحث اینه دکتر جان، ولی خب فقط بحث اینه که من میگم اینا فایده نداره، دلیل برای هر کدومش یه سری دلایلی داره که اصلا به نظر من اصلا عزیز من اینا یه اسکیم، اصلا میگن یه طرح فریب و دروغه برای که آدمایی که در مرحله اول هستن پولاشون رو بگیرن، آخر کار همه از پا در میان. خب معلومه ما این مسئله حتی توی ریال استیت یکی دو روز قبلم گفتم تو جنوب کالیفرنیا داشتیم که یک منطقه رو آمدن ایرانی ها هی رفتن قیمت ها رو بردن بالا، هر کسی این خونه رو خرید 500 هزار دلار فروخ 600، اون خرید 600 فروخ 700، اون خرید 700 فروخ 800، بعد شد 1 میلیون. یه دفعه رستن دیدن که حتی خونه 300 نمیارزه، نفر آخر 700 هزار دلار ضرر کرد، اما این 700 هزار دلار قبلا 700 هزار نفر خورده بودن، هیچی یک نابود شد. بنابراین ماجرای این سیستم ها که من از این مسیر را حرکت میکنم مشروط بر این که یه آدمی ساده در مرحله اول قرار بگیرن و اونا رو بپذیرد. اگر من که نمیدونم، اگر بحث درباره این است که از این تکنیک ها از این راه ها استفاده کنید، نه اینا حتی در برخی از کشورها به عنوان جرم شناخته میشه، برای که از اول معلومه آخر کار پولی در کار نخواهد بود، آخر کار هیچ کس برنده نخواهد بود. فقط مکسانی که در مراحل اول وارد سیستم شدن بردن و رفتن بقیه. بله. خب این درست ساده که من برادر هستم. اوکی؟ مهدیم برادر آقا من. ارزم بزرگش من این درست دستوراتی که فقط پول بخواید. اوکی کنید. ولی زمانی که یک کالایی در عوض هست. اوکی؟ مثل تجارت سنتی ما خیلی این کار که من به شما میگم مثلا بهترین لباس فروشی در آمریکا کجاست میگید فلان جا. هیچ پولی بابتش به من داده نمیشه. اوکی؟ ولی وقتی محصول وسطه، حالا من اون موقع دوربردشو گفتم کشور دیگه، نه فعلا حرفم خود ایرانه، حرف ایرانه که داره رو تصاعد. این MLM هست تو کشورهای دیگه و آمریکا که نه هر کس میاد هی باید خرید کنه، به قول شما شاید آقا تا جای نتونه بفروشه و به مشکل بخواد، ولی سیستمی که الان رو بذارم سیستمی که پیتاگورس هم کشفش کرد تصاعد بردوه، یعنی من یه خرید انجام میدم، اون دو نفری که معرفی کردم اومدن این خریدا انجام که کلش میشه 200 دلار. من نمیدونم با 200 دلار ریسک داره یه من محصول خودم الان اینجا نزدم هست، یه تخته شکلی که واقعا دوستش دارم محصول ایرانه و هر کس میاد این، حالا این تخته یه نمونه، هزاران محصول صنایع دستی میاد اینو تهیه میکنه به خاطر که من به شرکت معرفیش کردم و خریدارو کرده، یه مبلغ پورسانتو که درست و اصولی یه قانون خودش داره مجوزاشو داره داده میشه. عزیزان آخه شما دسترسی به بازار ندارید که به هزار نفر بگید بیاد این کارو بکن. عزیز من شما ببینید نه صبر کنین، من الان شما بیا در امریکا یه ساختمانی بگیرید 1 کیلومتر در 1 کیلومتر و فرض کنید بلندیش هم 50 متر، از هر کالایی که بخواید من ظرف 3 روز براتون پر میکنم، اما یکش هم نمیتونید بفروشید. ما داریم میفروشید که... نه آخه خب برید میفروشید، من که اصلا بحثی ندارم عزیز من. من که اصلا نمیفهم موضوع چیه. ببینید شما ولی وارد یه بحثی شدید، شما به نظر من اگر حرفتون واقعی است خدایی میشود که میفروشید، ولی اگر شما مثالایی که به من زدید ناچارم رو خواهد بودیم، مطلقا معنا نداره. شما هرگز در هیچ کشوری نمیتونی تخت نرد ایرانو بفروشید، نه به عنوان تخت نرد به عنوان هنر دستی. مردم میخندن به این کار. اصلا شما به صد تا چی عزیز؟ وقتی پلن درآمدزایی داشته باشه اینا سوق میده که بخرن. چی درآمدزایی داره؟ یعنی چی؟ من چرا باید بیام بخرم؟ درآمد برای من چی داره؟ من خب تخت نرد بخرم، چه درآمدی برای من داره؟ درآمدش اینه که دو نفریه که تخت نرد اومدن خریدن شما پورسان یعنی آخه آدم ها را نمیافتن برن تخت نرد شما رو بفروشن، کسی خریدار نیست عزیز. من به 100 نفر میگم تخت نرد میخواد میگه نه، من چرا ادامه بدم؟
اما پلن و محصول که یه طرف قضیه است، پلن درآمدزایی که خب از اون اهرمی که درست میشه اهرم درآمدزایی به نه من نمیفهمم عزیز، من از اولم گفتم نمیفهمم، ولی اصلا این سیستم این گونه کار میکنه که کار میکنه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.